سلام بر شنوندگان و بینندگان برنامه تاریخ تازه ها در برنامه ی این هفته ی تاریخ تازه ها نگاهی به تاریخ ایرانیان یهودی انداخته ایم تا ایرانیان بدانند که آنان از کهنترین ساکنان ایرانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند جمعه گذشته نهم اردیبهشت آخرین جمعه ماه رمضان بود جمهوری اسلامی ایران این روز را یک سال پس از انقلاب روز قدس نامگذاری کرد و هر سال در این روز مراسمی دولتی در حمایت از فلسطینیان و مخالفت با اسرائیل برگزار می کند. در مراسم امسال نماینده علی خامنه ای در نماز جمعه اصفهان سخنانی در تقبیه و خارداشت یهودیان گفت که هرچند در جمهوری اسلامی بیسابقه نبود اما بسیار گستاخانه و شرماور بود و بیشک خاطر ایرانیان یهودی را سخت آزرده کرده است او گفت از منظر قرآن قوم یهود و بنی اسرائیل ترین مخلوقات خداوند هستند بر همین اساس انگلیس و آمریکا از یهودی ها به منظور جاسوسی استفاده می کنند. امام جمعه اصفهان همچنین گفت این قوم به شدت نفهم و ترسو هستند و در جنگ های صدر اسلام جرأت رویارویی با مسلمانان را نداشتند اهانت به یک قوم یا پیروان یک دین به هر شکلی برازنده ی انسانی با شعور ادب آموخته و فرهیخته نیست میتوان با افکار و سیاست های رهبران کشوری مخالف یا حتی دشمن بود یا باورهای دینی مردمی را مردود دانست اما نمیتوان به شهروندان آن کشور یا به پیروان آن دین اهانت کرد دریق است که در ایران هنوز این مرزها را نمیشناسند ایرانیان یهودی یکی از کهنترین قوم های ساکن ایرانند جایگی شدن آنان در سرزمین های غربی و مرکزی ایران پیش از هخامنشیان در طی چند دوره پیاپی روی داده است به گفته مورخان پس از به قدرت رسیدن کوروش تنها گروههایی از یهودیان ایران به اورشلیم بازگشتند بسیاری از آنان در بابل و شهرهایی مانند حلوان، همدان، نهاوند، اهواز، شوش و شوشتر باقی ماندند و گروههایی از آنان به مناطق شرقی مانند خراسان و کوهستان و گرگان کوچیدند. یهودیان در اصفهان در ناحیه‌ای به نام یهودیه میزیستند. بلازوری در فتوح البلدان در گزارش فتح اصفهان به قرارداد صلحی اشاره کرده است که در یهودیه بسته شد استخری نیز در مسال کل ممالک از حضور یهودیان در فارس سخن گفته است در زمان ساسانیان که دین زرتشتی به دین رسمی امپراتوری تبدیل شد یهودیان نیز مانند پیروان دینهای دیگر آزار فراوان دیدند اما پس از اسلامی شدن ایران اگرچه آنها نیز مانند پیروان دینهای دیگر اهل ذمه شدند و خراج و جزیه پرداختند اما در کل وضع بهتری از یهودیان بیزانس داشتند یهودیان در زمان خلفای راشدین و سپس در دوره اومویان و عباسیان از رفاه نسبی و امنیت دینی و اجتماعی برخوردار شدند و رفته رفته بر جمعیتشان افسوده شد آنان خدمات ارجمندی به شکوفایی فرهنگی جهان اسلام کردند بخش مهمی از آثار یونانی را مترجمان یهودی به عربی ترجمه کردند و زمین ساز ظهور اندیشگران نامداری مانند زکریای رازی، ابو علی سینا و فارابی شدند. در دوره غزنویان و سلجوقیان نیز به گواهی تاریخ نویسان یهودیان از امکانات و رفاه اقتصادی چشمگیری برخوردار بودند و جامعه یهودی در قلمرو پادشاهان غزنوی و سلجوقی رونق و گسترش پیدا کرد. بعضی از یهودیان توانستند به دربار آن پادشاهان راه یابند سلطان محمود غزنوی اداره معادن سرب بلخ را به یک یهودی به نام اسحاق از ساکنان غزنه سپرده بود در دستگاه خاج نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی یهودیانی در مناسب دیوانی و مالی و مالیاتی خدمت می کردند. با روی کار آمدن صفویان و تبدیل شدن مذهب شیعه به دین رسمی کشور عرصه بر یهودیان ایران مانند پیروان دینهای دیگر تنگ شد یهودیان جز در زمان شاه عباس اول در سراسر دوره صفویه از آزار و شکنجه و کشتار در امان نماندند چنانکه بسیاری از آنان به قلمرو رو به عثمانی پناه بردند و گروه های نیز به اجبار تغییر دین دادند آنان مدت کوتاهی پس از سقوط صفویان در زمان نادشاه و زندیه از آرامش نسبی برخوردار شدند اما با روی کار آمدن قاجاریه و قدرت گرفتن فقهای شیعه دوباره عرصه بر آنان تنگ شد در آن دوره یهودیان سعی کردند از آداب و رسوم شیعیان تقلید کنند تا مبادا شناخته شوند حتی بر فرزندان خود نامهای اسلامی شیعی گذاشتند فقهای شیعه روبنده سفید را بر زنان یهودی ممنوع کرده بودند تا از زنان مسلمان باز شناخته شوند در سفرهای ناصر الدین شاه به اروپا اتحادیه جهانی یهودیان از او خواست که کوشش هایی در جهت بهبود وضع یهودیان انجام دهد اما به سبب نابسامانی اوضاع کشور وعده و فرمان های شاه به نتیجه ای نرسید با آغاز جنبش مشروط خواهی در زمان مزفر الدین شاه یهودیان ایران از همراهی و همدلی با آن جنبش دریغ نکردند با تشکیل مجلس شورای ملی تبعیض در حق اقلیت‌های دینی از جمله یهودیان کاهش یافت با این حال فقهای شیعه حکومت‌ها را زیر فشار گذاشتند تا یهودیان و پیروان دین‌های دیگر را از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر و یکسان با شیعیان محروم کنند پس از انقلاب 1357 عرصه بر یهودیان تنگتر شد آخوندهای شیعه و پیروانشان یهودیان را نیز مانند پیروان دینهای دیگر به ویژه بهاییان آزار دادند جمهوری اسلامی به اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی مانند اهل حق و درویشان گنابادی نیز رحم نکرد در چهار دهه گذشته زرتشتیان زیر فشار و آزار حکومت اسلامی بودند بسیاری از یهودیان بهاییان و مسیحیان جلای وطن کردند و امیدوارند روزی به میهن خود بازگردند ایرانیان یهودی از گذشته های دور در حفظ و شکوفایی فرهنگ ایرانی سهم بزرگ داشتند زمانی که فقهای شیعه موسیقی را بر پیروانشان حرام کردند کم نبودند ایرانیان یهودی که به پاسداری از دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی برخیزند برخی از آنان در شعر و ادب فارسی نیز سرامت بودند یکی از معتبرترین و ارجمندترین فرهنگ های دو زبانه را سلیمان عیم ایرانی فرهیخته یهودی تعلیف کرده است درباره اهمیت فرهنگ بزرگ انگلیسی به فارسی او جداگانه باید سخن گفت همین اندازه بگوییم که او یکی از پاسداران زبان فارسی بود از این نظر فارسی زبانان به او مدیونند و بیگمان ایرانیان فرهیخته قدر او را میدانند و بیشک بی ادبی امام جمعه اصفهان به یهودیان خاطر آنان را نیز آزرده کرده است